یا چطور این بچه من تا پلیزم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از بازی تروپیکو بچه از اونجایی که از پارت قبلی خیلی خوشتون اومد من تصمیم گرفتم یه پارت دیگه از این بازی براتون بسازم ولی این بار بهتر پلی بدید و دیگه این دفعه قبلی گیم اوور نشیم بچه این بار میخوام یه مپ متفاوت انتخاب بکنم این مپ خیلی خفنه سه تا اقلیم داره وسطش هم یه دونه آتیش فشونه که نایس واقعا دوران بازی رو هم میذارم روی جنگ جهانی و دیگه هیچ چیزی برای تغییر دادن نیاز نیست و در نهایت بدون معطلی بزنید بریم سراغ بازی اوکی بچه چون این بار دوران بازیمون یکم فرق داره باید یک سری چیزها انگار از همین اول ست کنیم اولیش قوانین مربوط به رایگیریه که سه تا انتخاب داریم میتونیم مثلا بزنیم همه مردم در رایگیری شرکت کنن یا میتونیم بزنیم که افراد ثروتمند فقط بتونن توی رایگیری شرکت کنن که من به همه مردم حق رای میدم و این یکی گزینه هم مربوط به ارتش که من پروفشنال سولجرز رو انتخاب میکنم و دیگه چیزی نیاز نیست اینجا بهش دست بزنیم کانفرم چنجز هم زدیم این پایین و بریم سراغ گیممون بچه ها بچه یه چیز جالبی راجع به تروپیکو بهتون بگم وقتی میام توی این گیم سیستمم صدا تراکتور میده اصلا درک نمی کنم دور فناش میره بالا انگار داریم چیکار میکنیم با این سیستم ولی یکی نیست بهش بگی بابا تروپیکو بازی سنگین چندانی که نیست ولی از این که بگذریم اینجا جزیره ماست و او این چیه؟ پشمام اینا چین حاجی بلنگو رو ببین پشمام چقدر گنده است از شهر ما گنده است. این چیه اینجا؟ یه سری بچه لوله از اینجا رفته توی مواد مذاب این کوه و اون لوله ها وصل شدن به این اسپیکر ها اصلا منطقی نیست و او این ورم بچه مونیتور گذاشتن ولی پشت مونیتوره همینطور که میبینید تونله و مطمئنن دولت این منطقه داره به وسیله این مانیتورها یک چیزی رو از مردم پنهون میکنه آره دیگه بچه کلا داره پنهون میکنه از دور فقط بلنگو معلومه و این مانیتورها ولی از نزدیک یه خبرای دیگه اینجاست که خب مطمئنا باید بازی رو ادامه بدیم تا بفهمیم اونجاها چه خبره ولی از اینا که بگذریم این بار دیگه واقعا میخوام بازی رو درست و خوب پلی بدم و خیلی سری توپیای خودمون رو بسازی من جاده های این منطقه رو بچه بکشم اول و بعد از اون نوبت این میرسه که خیلی سریع خونه بسازیم و نایس چون الان در دوران جنگ جهانی هستیم یه سری خونه های جدید واسمون باز شده ولی اگر در دوران مدرن تایم بودیم بچه آسمون خراش میتونستیم بسازیم خیلی خفه اونا ولی خب بیلدهای فعلیمون هم جذاب میخوام یه چند تا از این خونه رنگا, رنگا برای مردم عزیزمون بسازم مردم عشق یه مقدار و اوکی بچه در مرحله بعدی باید دنبال معادنمون بگردیم دفعه قبلی من خیلی سرسری پلی دادم و واقعا تهش گند خورد به همه چیز اینجا یه معدن گلد داریم که بیچون و چرا ازش استفاده میکنیم یه معدن نیکل هم اینجا داریم از این هم استفاده بکنیم یه معدن طلای دیگه هم اینجا داریم پسر چقدر این جزیره ثروتمنده بچه ها بچه بذارید یه چک بکنم ببینم نه داریم که بله این بالا نفتم داریم نایس من از این لحظه اعلام میکنم که بچه بارمونو بستیم توی این سری دیگه واقعا ثروتمندیم اینجا ولی خب علاوه بر معادن باید یه دونه محل ماهیگیری هم داشته باشیم که ماهیگیرای عزیزمون برن ماهی بگیرن و ملت کوفت کنن به هر حال ملت یه چی باید داشته باشن بخورن دیگه نه به خاطر این موضوع ما مرکز ماهیگیری هم را میندازیم و الان این یارو جنرال رو

چی اسمش این داشمون داره میگه پلیس استیشن بساز اینجا بمب و اینا میذارن به فنا میریم ما میگیم چشم میایم از این بخش یه پلیس استیشن برمیداریم و همین بغل کاخمون بر حال کجا مهمتر از کاخ خودمون حالا <applause> 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 باقی جا رو اجر بمب گذاره کنن حالا حل میشه ولی کاخ خودمون اجر بمب بذارن این نه این واقعا اتفاق بدی میشه سر این موضوع منطقی ترین کار ممکن اینه که بغل کاخ خودمون بسازیمش اینجا و اوکی بچو جنگ جهانی هم داره شروع میشه و این جنرال ما داره میگه که ما باید ساید خودمون رو در جنگ انتخاب بکنیم میتونیم طرف متفقین باشیم میتونیم طرف متحدین باشیم و بچه تو این مرحله چند تا انتخاب خیلی خفن بازی بهمون میده که میتونیم از اینجا برگزینیم که طرف کی باشیم ولی من واقعا نمیخوام طرف بگیرم توی جنگ جانی میخوام بی باشیم چون این طرف گرفتنه به تریدای ما آسیب میزد و بچه اینجا رو ببینید پادشاه داره سخنرانی میکنه البته نه قرار هست که سخنرانی بکنه و مردم کم کم دارن اینجا جمع میشن که به سخنرانی پادشاه عزیزشون گوش کنن به 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 یه دفعه دیگه اومد البته نه این از بچه های گارد خودمونه آبجو کجا داره میره بابا به خاطر عدم استقبال مردم از سخنرانی شاه شاه هم قهر کرد سخنرانی نکرد دیگه بله ولی خب بچه بازی توی این مرحله چند تا گزینه کاستومایز خیلی خفن برای کاخمون میده که به نظرتون کدوم یکی خفن تره و کدوم یکی رو ما باید برداریم در مرحله بعد بچه میتونیم در و پنجره کاخ رو عوض بکنیم که به نظر من خفن ترین پنجره هم باسهش اینه و علاوه بر اون میتونیم رنگ بدنه کاخ رو هم عوض کنیم که او این تلاییه چقدر خوشگله این قهوهی هم خفنه ولی طلایه یه چیز دیگه است واقعا بچه بذارید جنس سنگ فرش این جلو رو هم عوض کنیم یه چیز خفن بندازیم که دولت های صاحب کشور میان عشق کنن یه مقدار و در نهایت رسیدیم به دیوارهای کاخ که به نظر من باید یه خیلی خفن باشه که بهتر از این برای پشت کاخ هم میتونیم یه سری چیز میزای خفن بذاریم که من این رو انتخاب میکنم او یه هم میتونیم توی پشت بوم بذاریم نایس برای پشت بوم هم این مجسمه خیلی خفن رو میذارم برای جلوی کاخمون هم میذارم پرچم باشه و میتونیم اینم تغییر بدیم ایول چرا که نه برای اینم میذارم این موشش خیلی خفن باشه واقعا کاخ جذابی شد بچه واقعا همین الان ویدیو رو پاز کنید و توی کامنت ها نظرتون رو راجب به این کاخ خیلی خفن بنویسید با کاخمون بچه رو واقعا خفن شد نایس نایس فقط اینا رو ببین این موشکه رو ببین اوف اوف عجب کاخی شد ایول ولی خب لذت بردن بس بیایم برای ملت خونه بسازیم از زاغنشینی نجات پیدا بکنن این یارو چی میگه بیلد تاعتر حل دادش میسازم زر نزن بزن اول خونه بسازم ملت عزیز ایمالیا اینجا خونه ندارن چه زندگی کنه اول خونه مهمه ببین چقدر زاغ نشین داریم شبیه هنده اول برای اینا من خونه بسازم در مرحله بعدی تئاتر هم میسازیم براش بچه سرعت و ساخت و سازمون متاسفانه خیلی پایینه خیلی و واقعا داره این موضوع من رو اذیت میکنه او بالاخره این مرکز ماهیگیری هم را افتاد خدا رو شکر ولی باقی بیلدا هنوز موندن بابا بدوید بسازید دیگه من تو کی صبر کنم دن سرویسا پیر شدن. او بچه بدبخت داشتن اینا رو می ساختن. اصلا حواسم نبود داشتن معدنا و ریگای نفتیمون رو میساختن اوکی کوستمون هم بچه کامپلیت شد میتونیم اینو بزنیم و پنج چیز بگیریم ازش که نایس خونه هامون هم دارن ساخته میشن و ایول ایول خونه ها رو بسازید این زاغنشینی رو ما به پایان برسونیم واقعا در شعن هیچ کس نیست که در خونه های آنچنینی زندگی کنه بچه یه خیلی سریم وسط این خونه سینما ملت یکم دلخوشی داشته باشن و تئاتر به صورت سریع فوری و انقلابی تئاتر هم ما باید بسازیم چون کوستش رو داریم و باید انجامش بدیم چرا که نه فقط اداره پلیس میسازمش و او بچه ما کتابخونه یادمون رفته به کل خیلی سریع من باید کتاب خونم اینجا بسازم اینم از کتاب خونم و در نهایت بچه زدم اینجا هم چند تا زمین کشاورزی ساخته بشه تا بتونیم این زمین کشاورزی رو نابود بکنیم و از شرش خلاص بشیم چون اینجا قرص خیر سرمون شهر بسازیم واقعا اینجا ها منطقه شهریه چیز میزای کشاورزی رو میاریم این و از این هم خدا رو شکر تعداد زاغنشین ها دارن کمتر میشن نیس و در نهایت بچه دیگه وقت شده که طرفمون رو در جنگ جانی انتخاب بکنیم که من میرم طرف متفقین واقعا و بچه اینم از تاعترمون این یکی هم کتابخونمون چقدر بیلدای خوشگلی هن حالا بغلاش میخوام درخت و این چیزا بکارم که دیگه خفنترم بشن ولی قبل از اون باید مشکل بیخانمانی رو کلا حل کنیم این قبرستونه رو باید بیاریم این و به نظرم کم کم دیگه مدرسه رو هم را بندازیم و علاوه بر اون مرکز چاپ روزنامهمون رو هم را بندازیم حال هیمالیا هم باید پیشرفت کنه دیگه نمیتونه که پیشرفت نکنه چاپ روزنامه رو همینجا را میندازم های اسکولمونم هم اینور و امیدوارم که کارگران خیلی سریع این دوتا بیلد رو بسازن بچه من یه کلینیک هم اینجا میزنم راه اندازی بشه و کویستمون هم که کامپلیت شد ایول خیلی هم خوب این هم میشه کلینیک درمانیمون و خدا شکش همه چیز دیگه کم, کم شهرمون داره ولی بچه این بازی یه سری بیلد خفن داره که هم برج ایفل توشه هم مجسمه حضرت مسیح هم اینجا مجسمه نخونده مثلا همه بیلده خفن رو داره ولی خب بچه به دست آوردنشون هم به اون راحتی نیست و کلی باید پلی بدیم و کلی درد سر بکشیم تا بتونیم به دستشون بیاریم و خب ولی خب بچه اگه از این ویدیو حمایت بکنید و ویوهاش بره بالای هزار تا حتما یه سری از بازی تروپیکو براتون میذارم مطمئن باشید از این موضوع و تهش همه چی به خودتون بستگی داره ببینم چی کار میکنید واقعا من اینجا نهایتا بتونم به این چلنج های مسخره ای که بازی به من میده رسیدگی کنم الان به من گفته بانک بساز ما هم گفتیم چشم پس اینجا میزنیم بانک ساخته بشه برای این مثال یه کوست دیگه داریم که بعد از این آفیسا بسازیم که میسازیم اشاره که نه این کارا رو انجام میدیم تا یه پولی دستمون رو بگیره بلکه ورشکست نشیم پولی که در حال حاضر داریم 90 هزار و واقعا کمه جمعیتمون هم رو به از 200 نفر رسیدیم به 157 نفر خیلی اوضاع بده من توی این مرحله باید خیلی سریع برای باقی ها خونه بسازم تا فکر مهاجرت به سرشون نزنه یه موقع و اینم از خونه هاشون بعد ساخته شدن این خونه ها دیگه میشه گفت هیچ زاغنشینی نخواهیم داشت و اینم از بانکمون بچه ها واو واقعا بانک خوشگلیه کوستمون هم کامپلیت شد یه کوست دیگه هم داریم که میگه هزار تا صدف به دست بیار که صدف چه جوری دست میاد داداش شلفیش من چجوری به دست بیارم مرد مومن من بلد نیستم که واقعا این بازی از من انتظارات زیادی داره ولی خب از حقم نگذاریم خوب داریم جلو میریم و توی این مرحله بچه باید برق خونه های مردم رو هم وصل کنیم که برق کجا بود اینجاست اول از هر چیزی باید یه دونه پاور پلنت را بندازیم که اینجا جای مناسبیه براش و امیدوارم که هر سریعتر ساخته بشه قبل هر چیزی بچه برای برق باید نیروگاهش رو را بندازیم که من زدم اینجا احداث بشه و بعد از اون به یه نحوی حالا برق رو به شهر میرسونیم مشکلی از اون بابت نیست ولی فعلا متاسفانه کارگرهامون مشغول ساخت این خونه های خفنن وای چقدر خفنن این خونه ها باورم نمیشه خیلی خونه های خفن و گیرونی هن میشه گفت و یه کوست دیگه هم برامون اومد که میگه زندان بساز چشم زندونم میسازیم بهترین جا هم برای زندان بغل اداره برقه شاید بپرسید چرا خودم هم نمیدونم سایزش خوب بود زدم اونجا ساخته بشه و اوکی بچه توی بازی رسیدیم به مرحله رأیگیری باید یه سری وعده و وعید و یک سری آمار به مردم بدیم اول از هر چیزی باید یه وعده بهشون بدیم که من بهشون وعده شغل میدم چون الان خیلی خونه دارم وعده خونه به اون صورت شادشون نمیکنه وعده غذا و شغل میتونه خیلی خوب شادشون کنه از لحاظ ایدئولوژی سیاسی چهار تا ایدئولوژی داریم من کاپیتالیست که نه کمونیست رو انتخاب میکنم خفن تره از لحاظ جنگ جهانی میتونیم بریم طرف متفقین میتونیم بریم طرف متحدین و میتونیم هیچ کدوم رو انتخاب نکنیم که من بی طرف وای میستم توی جنگ جهانی و در نهایت بهشون یه قول میدم تحت عنوان کاهش جرم و جنایت در شهر و خب الان شاه داره سخنرانی میکنه برای ملت و چهار نفر بیشتر هم نیومدن حرفاشو گوش کنن اون چیزایی که انتخاب کردیم رو الان شاه به ملت میگه ولی خب متاسفانه ملت نیومدن اصلا حرفاشو بشنون ناراحت شدن و اوکی بچه نتیجه رایگیری از الان مشخص 88 درصد مردم با همون موافقن و خب خوشم میاد که کاندید دیگه این وسط وجود نداره کل ما ایم کس دیگه ای وجود نداره مردم بخوام بهش رای بدن کلا باید ما رو انتخاب کنن از این ورم بچه نیروگاهمون ساخته شد برای کار به زغال نیاز داره که ما باید از منابع زغالمون در این مرحله استفاده کنیم و باید دوره بیفتیم ببینیم زغال کجا داریم او اینجا هست اینم از معدن زغالمون امیدوارم هر چه سریعتر معدن زغال رو هم بسازم به این بیپدر زغال برسه بتونیم برق خونه های اینور وصل کنیم و زندانمون هم بچه ساخته شد هنوز رایگیری انجام نشده به یکی از وعده هامون عمل کردیم با وجود زندان فساد در شهر خیلی قراره که بیاد پایین تا بچه یه چیز خیلی جذابی هم که این بازی داره وقتی روی هر کدوم از شهروندا کلیک بکنید مشخصات کاملش رو براتون مینویسه از ثروتش از اصالتش از سنش از اسمش همه چیش رو می مینویسه حتی شجره نامش رو هم بهتون نشون میده این آقا 6 تا بچه داره زنش این خانم است و ما میتونیم رو سرش جایزه بذاریم میتونیم بکشیمش میتونیم دستگیرش کنیم میتونیم مریضش کنیم میتونیم سند تو اسپیس پشیمام اگه سازه موشکی داشته باشی میتونیم ببندیمش به موشک بفرستیمش فضا باورم نمیشه واقعا گزینه های واقعا خفنی بازی به ما میده واقعا راضی از این موضوع بچه ولی از اونور از تنها موضوعی که راضی نیستم نبود زغال در این سرزمینه معدن زغالمون تاسیس شد من بزنم چندتا کارگر توش استخدام کنم بودجهش رو هم ببرم بالاتر و در نهایت لول آپشم بکنم که تولید زغالش بره بالاتر واقعا به زغال توی شهرمون بچه نیاز داریم تو خدا زغال این بیپدر رو تامین کنید این خونه ها بلا استفاده افتادن دقیقا شده کره شمالی یه عالمه خونه خفن ساختیم ولی خب ازش استفاده نمیشه و ملت دارن اینطوری زندگی میکنن اینجاها و اوی که بچه به زندانمون حمله شد اوه 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 این چیه اوه یه سری بچه میخوام به زندان حمله کنن وای ولی خب جورا حمله نمی کنن چون اومدن اینجا وایستادم فقط عجب من خیلی سریع دیگه ارتش رو هم باید را بندازم چند تا بزنم اینجاها واچ تاور ساخته بشه امنیتمون بره بالاتر کویک بیلد هم میزنم برو بریم او زندون و آتیش زدن باورم نمیشه باورم نمیشه بچه آتیش نشونی هم نداریم با این حساب به فنا رفت خیلی سری من آتیش نشونی و همینجا تاسیس میکنم امیدوارم به کارمون بیاد واقعا آقا استخدام شید چند نفر بیاد توی این بیساب کرده زندان نابود میشه الان اوکی یه نفر نفر استخدام آتیششونی شد و برو دیگه برو دادش خاموشش کن بودو اوکی ماشینشون رو راه انداختن رفتن بغل زندان و الان که آتیشش خاموش کنن ایول ایول دمتون گرم دمتون گرم واقعا این مشکل رو هم خدا رو شکر رو تونستیم حل کنیم بچه ها و دیگه هیچ چیز دیگه ای برای حل کردن نمیمونه توی کامنت بچه ها حتما حتما نظرتون رو راجع به این پارت از بازی تروپیکو بنویسید این پارت رو من خیلی با دقت بازی کردم که همه چیز درست باشه و خدا رو شکر خیلی خوب رفتیم جلو مشکل برق رو حل کردیم درست زندون توی آتیش داره میسوزه ولی خب آتیش نشونی هست حلش میکنه از اون ور یه عالمه بیلد خفن ساختیم و در نهایت میتونم بگم به من به شخص خیلی خوش گذشت امیدوارم که به شما بچه هم خوش گذشته باشه حتما حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید ویدیو رو لایک کنید چند رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی سیو